درود بیکران پاینده ایران آقا وضعیت انتخابات اینا میگم حالا ما این چند وقت بخاطر انتخابات یه مقدار بیشتر زوم میکنیم به جایی رسیده که رایفیبور میگه که رهبر انقلاب از من خواهش کرده وارد انتخابات بشه منتها قبل از اون اینکه آقای رئیسی قرارن که با حضرت خودشون در خراسان جنوبی رقابت کنن قضیه دیگه انقدر یعنی سر صدا کرد و باعث آبروریزی شد اینا بالاخره یک نفر از این کسانی که رد صلاحیت شده بود و تایید صلاحیت کردن که آقای رئیسی بالاخره یک نفر رقیب داشته باشد بالاخره نمایش هم میخواید بازی کنید در نمایش هم بالاخره باید یه سری چیزها رو رایت کرد دیگه حالا یه نفر بالاخره تایید کردن مونتا این بحثی که رئیسی تنها بودش اینو قبل از که تایید کنن در صدا سیما با یکی از این ها چقدر ما جهرومی داریم با یکی از این ها صحبت کرده بودن صدا سیما جالب نگاه کنیم در این 24 ساعت 48 ساعت اخیر یه بحثی مطرح شده که در بعضی از حوزه انتخابیه در مجلس خبرگان در واقع رقیب وجود نداره برای اون نامزد مثلا در قزوین فکر میکنم سه تا نامزد هست سه تا صندلی داره سه نفر تایید شدن در گیلان و مازندران پنج نفر تایید شدن چهار نفر باید انتخاب بشن در خراسان جنوبی یک نفر در کوکیلو هم یک نفر آیا میشه بدون رقیب فرد رای بیاره چون الان بحث نقل محافله که مثلا اگر یک رای هم بیاره طرف میره توی مجلس درسته. نه درسته این نی... اینطوری نیست و نمیشه شدنی این... نیست ببینید اینقدر آبروریزی شده حالا دارن ماسمالی میکنن آقا در یه جای سه تا صندلی چهار نفر تهش مثلا کاندیدا یه جای سه تا صندلی سه نفرم تایید صلاحیت شدن یعنی چی انتخاب معنی نداره که حالا ایشون میخواد یه ماسمالی بکنه بکنم چی میگی نیست منتها رو بگم این سابقه داشته قبلا هم در ادوار قبلی هم ما استانهایی رو داشتیم که یا به تعداد کرسی های خبرگان یا حتی کمتر تایید صلاحیت شده وجود داشت این چجوری حل شده؟ اولا که وقت اعتراض دارن امکان داره و معمولا پیش میاد درصدی به این تایید صلاحیت شده اضافه میشه امکان داره اون تایید صلاحیت شده در این استان ها بشن و بقیه هم با جابجایی نامزدها کما که در انتخابات مجلس ما میتونیم از حوزه مثلا تهران ثبت کنیم بعد به حوزه مثلا اصفهان جابجا بشه نامزد تایید نامزد تایید صلاحیت شده در خبرگان هم این رو داریم ما میتونیم نامزدها رو با درخواست خودشون از استان خب اگه سوال هم. اگه کسی یه بار دیگه بگوینم شده در خبرگان هم این رو بعد به حوزه مثلا اسما تا کمون که در انتخابات مجلس ما میتونیم مم. از حوزه مثلا تهران ثبت نام کنیم بعد به حوزه مثلا اصفهان جابجا بشه خب یارو اگه در تهران ثبت نام کنه بعد حالا مثلا در تهران تعداد بالا باشن بعد در اصفهان کم باشن بعد طرف که انتخاب شده رو بفرستید بشه نماینده اصفهان خب این که چیزی از اصفهان نمیدونه این قرار بوده نماینده مردم تهران بشه یا اصلا قرار نماینده مردم مثلا مشهد باشه بعد مثلا چون تعداد مشهد حالا تایید صلاحیت ها تا زیادن یا هر چیزی بعد اینو تو یه جا میبرید مثلا لورستانی که تعداد کمه از مشهد بره نماینده لورستان بشه خب اینکه درکی از لرستان نداره یه جورایی خیلی عجیبه خب نامزد تایید نامزد تایید صلاحیت شده در خبرگان هم این رو داریم ما میتونیم نامزدها رو با درخواست خودشون از استانهایی به استانهای دیگر جابجا کنیم در ادوار قبل هم این اتفاقی که الان افتاده وجود داشته با جابجایی ها حل شده اگر حل نشه نه با یک نامزد خب اگه یک نامزدی درخواست نداشت الان بره خراسان جنوبی یا بره نمیشه با اول انتخابات میان بعدیش انتخابات خبرگان در اون استان با حضور داوطلبان بیشتر از ساز کرسی ها برقرار میشه این همین وضعیت هم نشون دهنده عدم مصلحت سنجی شورای نگهبانه یعنی شورای نگهبان اگه بخواد مصلحت سنجی بکنه خب بالاخره یه کاری میکنه که این وضعیت حادث نشه ولی هر دوره تو خبرگان این مشکل رو مشاهده هستیم چون تعداد کمه کلا چند صد نفر میان مثلا 300 400 نفر کلا در کل کشور شرکت میکنن بالاخره اون شرایط باید احراز بشه اگر احراز نشه امکان داره یه جایی هیچ کس نمونه که اگر با جابجایی حل شد که انتخاب برگزار میشه اگر حل نشود انتخابات میان بعد خاطرتون هست که در انتخابات قبلی کدام حوزه ها بوده که انتقال دادند اسم استان یادم نیست ولی مطمئنم که در همین انتخابات قبلی رو یادمه در 8 سال قبل که انتخابات خبرگان برگزار شد با همین مشکل مواجه شدیم بعدا با جابجایی داوطلب از استان های دیگه این مشکل هست یه 48 ساعت این ماجرا نقل محافل و لطیفه ها و اینا بود دیگه روی سیاسی باعث میشه آنم. که خیلی توییت زدن خیلی نوشتن که مثلا نه. این فرد میخواد با خودش رقابت مردم کنه. بدون در رئیس رو میگه گفتم با خودش قرار رقابت کنه <applause> من اینجوری انتخابات برگزار شده نیست و ارزم بهشون بعد با جاب جای یا با تایید صلاحیت آدمای جدیدی مشکل حل بشه در غیر این صورت انتخابات با یک نفر. اگر رقیب نداش قطعا برگزار نمیشه نه. خب این خیلی جالبه یعنی آبریزی به جای رسیده که خودشون هم دارن تو صدا ما میگن بعد دیدم تو این وسط رایفی پون هم اومده میگه که رهبر انقلاب از امسال بنده خواستن مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کنم حالا اینجا جالب تر میشه میگه بر, بر روی دیده اما میگه بر روی دیده اما یعنی میگه چاش حرف رهبر را قبول میکنه اما رهبر زیاد نمیفهمه اما رهبر نمیفهمه که اگر قرار است برای اینکه به پدر ها بر نخورد و باز آمرانه خودشان لیست ببندن اگر قرار است دوباره منافقانه نسخه شفافیت را بپیچن اگر قرار است مانند قبل در تاریکخانه خانه تصمیم بگیرن رهبر نمیفهمه که اگر قرار است مانند اگر قرار است هیچ نظارت درستی بر آنها نباشد رهبر نمیفهمه که من دقیقا باید از مردم بخواهم به چه و به که و برای چه رای دهند به فرض اینکه از مردم هم بخواهم آیا قبول میکنن آیا چاره جز آنچه در پیش گرفته ایم هست داره میگه آقا رهبر میگه بیا شرکت کنید ولی آقا آش همون آش کاسه همون کاسه خب مردم نمیان شرکت کنن که و اینجا داره ب... یعنی واقعیت هم همینه. البته بگم من با این توتش هم موافقم ولی حالا فقط صرفا این نیستش که ماهیت جمهوری اسلامی یک حکومت فرقه و رائفی پور در این توییت داره اشاره میکنه واقعیت نظامشون که یک نظام فرقه در حقیقت انحصار طلبه و هر کی که سر سفره باشه مثلا میتونه کسی میتونه وارد سفره بشه که از خودشون باشه اینجا داره اشاره میکنه که حالا این اخون بیگدلی حمله میکنه به رائفی پور میگه امسال رایفی پور تهدید میکنن که اگر لیست انتخاباتی رو ما نبندیم رای بیرای آن وقت به اصلا طلبانی که اصلا کاندید ندارن میگوین اگر رای ندهید التزام به اسلام و جمهوری اسلامی ندارید به این میگوین شامروتی بازی نکته یکی از دستیاران شهید تهرانی مقدم رو رد صلاحیت کردن و این حالا یه چیزایی نوشته که رایفی پور میاد جوابش میده میگه شیخ پرهاشیه کجا بنده گفتم رای, رای از لباست که خجالت نمیکشی انسانیت و اخلاق هم برات مهم نیست به کوری چشم دشمنان خارجی و منافقین داخلی رأی خواهیم داد اما مشارکت بالا زمانی رقم خواهد خورد که مردم امید به تغییر داشته باشند که, انشاالله انشالله ما به دنبال آن هستیم من نمیفهمم این که مثلا میگن به کوری چشم دشمنان خارجی رأی میدهیم خب رأی بدهیده پشم صورت ما مردک ما که داریم زندگیمون رو خارج از کشور میکنیم بالاخره مردم داخل ایران هم که دارن زندگیشون میکنن شما رأی بدید رنگ ندید این نظام که اول آخر همیشه پیروزی خون بر شمشیره. با نگاه و سازمان فکریتون که شما همیشه برنده اید دیگه واقعیت های دنیا هم که کاری ندارید در دنیای ذهنی و محدود خودتون که وریده و تو همون دنیای محدود ذهنی خودتون که دارید میلولید رأی بدید ولی خب دارید میبینید الان همدیگر دارید پاره میکنید این بخشش هم جالبه میگه مشارکت بالا زمانی رقم خواهد خورد که مردم امید به تغییر داشته باشن بله اونجا تغییر در چی مثلا تغییر در خود چارچوب نظامی که همه چیزش محدود است مردم تغییر کلی میخوان تغییری که ما میخوایم ایجاد کنیم میخوایم شیعه تو رو بندازیم بیرون امام حسینی که برای تو سالار شهیدانه میخوایم بگیم گور باباش باید بره بیرون به این فضا میخوایم بریم تغییر که در سطح اینکه در چارچوب نظام مثلا چهار تا تغییر بخوایم بکنیم نه تغییرات اساسی بنیادین و زیر و زبر این نظام ما میخوایم عوض کنیم مردم دنبال یک تغییر جدی هستن در باب اینکه سبک زندگی عوض بشه در ایران زنان آزادانه استادیوم برن بدون هجاب باشن هجاب برداشته بشه دیسکو باز بشه کارخانه های مشروب سازی دوباره راه بیفته بعد تغییرات خیلی گسترده ای ما میخواییم منطقه اون تغییراتی که شما میگی اونا خالبازی است دعوای لاف ملایی است که حالا یعنی به هر حال شما بالاخره نونتون از این نظام میخورید کار که نمیکنیم ما 25 میلیون به قول خودت در خونت میارن همینجوری پولاتم هم که زایده میشه از کجا پول میاری اینا که اوناش هم خودش جالبه به هر حال دمتون گرم تک تکتون تک به اهورامزدا ایران میسپارم پاینده باشید